بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن على عدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یکی دیگر از مسائلی که بسیار ارزشمند هست و حقیقتا هم بسیار سخت هست برای انسان که به این صفت خودش را زینت ببخشد و خودش را متمثل این صفت بکند، مسئله تواضع هست. انسانی که بسیار متواضع باشد برای او سخت هست، اما آثار و تبعات این تواضع در بین مردم فراوان هست. برای دنیا و آخرت خود انسان بسیار ارزشمند است. افتادگی که انسان باید داشته باشد در معاشرت با دیگران، در برخورد با دیگران، بسیار برای محبوبیت در دل مردم کارساز هست. و جدای از این که نزد خداوند متعال انسان متواضع مقربتر هست تا انسان غیر متواضع. خب این مسئله مهم هم در مجاهدت با نفس هم نمایان می شود اهمیتش. چرا؟ چون نفس انسان می گوید که ای انسان، اینجا تو نباید افتاده باشی و افتادگی از خود نشان بدهی، تو باید در مقام بالایی باشی، در جایگاه والایی باشی، وارد مجلسی که می شوی مبادا مثلا یک مکانی بنشینی، یک جای حاضر بشوی که در آنجا نفست بهش بر بخوره و تو باید در مثلا صدر مجلس یا جای خوب مجلس و اون جلسه حاضر بشی و آنجا بنشینی. خب این نفس انسان رو کم کم از آنچه که خدا برای این نفس میخواهد به دور میسازد. انسانی که متکبر هست کم کم از قبول حق هم دریغ می کند، خودش را بالاتر از حق می داند. انسان متکبر گفتن سخن را بر علیه خودش نمی پذیرد، حتی اگر با حق باشد، یعنی حرف حقی باشد. کم کم در برخورد با دیگران این طغیان را می آورد، این تکبر و تجبر را می آورد و می شود مثل فرعونی که گفت انا ربکم اعلا. آیا حقیقتا اگر فرعون تواضع داشت و افتادگی داشت در بین مردم به اینجا می رسید؟ حقیقتا خیر، مسئله اسباب مختلفی دارد، اما تواضع هم جایگاه خاص خودش را دارد. انسانی که متواضع باشد، در بین مردم افتاده باشد، این انسان بسیار جایگاهش با انسانی که با تکبر راه می رود، با تکبر سخن می گوید، با تکبر برخورد می کند، معامله می کند، فرق می کند. لذا در روایات شریف هم بسیار بر این امر مهم اشاره شده و تأکید شده. روایت از آقا امام صادق علیه السلام هست. حضرت می فرمایند ان فی السماء ملکین موکلین بالعباد، فمن تواضع لله رفعه و من تکبر وضعه. دو تا فرشته هستن، خب میدونید خداوند متعال مسائل را و امور را به فرشته ها واگذاشته. خلاصه این ملک مسئول و مأموریت بهشت را دارد، این ملک مسئول جهنم است، این ملک بنابر آنچه که در روایات هست به دست ما رسیده مسئول، فرض بفرمایید که رزق و روزیاها هست، این ملک مسئول عمر انسان هست و هر کس برای خودش یک مسئولیتی دارد و در جایگاهی هست. از جمله دو فرشته را خداوند متعال گماشته است و مأموریت داده به بندگانش که اگر این بنده من متواضع بود، تواضع از خود نشان بدهد، در زمین در بین مردم خود را افتاده سازد، افتادگی در بین مردم داشته باشد، این شخص را بالا ببرند، مقام این فرد را در نزد مردم یا در آخرت
در مقام والایی قرار بدهند. و اگر کسی تکبر کرد فراتر از آنچه که هست بخواهد، خداوند متعال می‌فرماید که به آن دو ملک خلاصه این انسان متکبر را بذارید پایین و این انسان متکبر را در مقامی حتی پایین تر از مقام خودش وضعاه، یعنی اینو گذاشتنش پایین، که روایت اینجا بسیار جالب است و زیبا: ان فی السماء ملکین موکلین بالعباد فمن تواضع لله رفعه. اما اگر کسی تکبر کرد در مقابل خدا، یا در مقابل خلاصه تواضع برای خدا، تکبر در مقابل خدا تکبر کرد، ایرا میگن نه، همون تو مستحق جایگاه بلند نیستی، بلکه جایگاهت پایین است. این انسان رو در اون جایگاه و مقام پایین میگذارند. روایت دیگر از آقا امام صادق علیه السلام میفرمایند که فی ما اوحى الله عز وجل الى داوود، یا داوود، از جمله چیزایی که خداوند متعال به داوود نبی وحی فرمودن این بود: یا داوود کما ان اقرب الناس من الله المتواضعون كذلك ابعد الناس من الله المتكبرون. همان گونه که نزدیکترین افراد به خداوند متعال انسان متواضع هست، لذا نگاه کنید ارزش اینجا مشخص، قرب الهی می آورد. انسان متواضع قرب الهی دارد، لذا همین شاید معنا رو در حضرت موسی علیه السلام کلیم الله نمایان می شود که یک صفت داشت که خودش را بسیار در مقابل خداوند متعال فرو می گذاشت، خودش را بر زمین می گذاشت. این مسئله قرب الهی در نماز، مثلا اون حالت شدیده تواضع در مقابل خداوند متعال، سجده هست. مقدسترین مکان یا مهمترین مکان در جسم انسان این پیشانی است. میگه این پیشانی را من در مقابل خداوند متعال، در راز و نیاز با خداوند متعال بر زمین میگذارم. این نشانه آن تواضع است، نشانه آن افتادگی در مقابل خداوند متعال هست. لذا خداوند متعال به حضرت داوود وحی فرمودند، فرمودند که یا داوود کما ان اقرب الناس من الله المتواضعون، همان گونه که نزدیکترین افراد و مقربترین افراد به درگاه الهی نزد خداوند متعال انسانهای متواضع هستند، دورترین افراد از خداوند متعال هم انسانهای متکبر هستند. لذا اینا نقیض همند. انسانی که متواضع هست نزدیک خداست، مقرب به درگاه خداوند متعال است، و انسانی که متکبر هست اتفاقا به دور از خداوند متعال هست. ببینید رحمت خدا به دور از این فرد هست. انسانی که متکبر است در جایگاهی نیست که انسان بخواد با او معامله بکنند. از درگاه خداوند متعال رانده می شود انسان متکبر. در مقابل خداوند متعال متکبر هستی؟ خداوند متعال این انسان رو از رحمت خودش به دور می سازد. متکبر یک جایگاهی نزد خداوند متعال ندارد و نه جایگاهی هم نزد مردم. لذا انسان ها حتی اگر مجاملهی داشته، تعارفی داشته باشند در برخورد، اما در دل میبینید که با از انسان متکبر مردم متنفرن، میگن آن چه انسانیست که خودشو بالا میداند، چقدر انسانیست که مثلا خیلی خودش را فراتر از جایگاه دیگران، یک تافته جدا بافته حساب میکنه که هست بین مردم. انسان ها از این متنفرن. اما کسی که ببینید خیلی خاکیه، انسانی که خیلی با مردم تکلف نداره، هر جا شد میشینه، هر چیزی شد میخوره، لذا خیلی متکلف نیست، هر چیزی شد میپوشد لباس، لذا این انسان مردم در دل مردم جای دارد، انسان باش راحت هستن. معمولا انسان متواضع این ویژگی‌ها رو دارن، در برخورد با مردم خیلی مقربن، در نزد مردم، در دل مردم هستن جایگاهشون، و همچنین مهمتر از این نزد خداوند متعال هم متقرب هستن و نزدیک هستن. باز روایتی زیبا که نیازمند توضیح هم هست از خدمتان، از آقا امام باقر علیه السلام
که میفرماید که یذکر انه اتا رسول الله، یذکر انه اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ملک، یک فرشته آمد نزد خداوند متعال، نزد رسول خدا و عرضه داشت ان الله یخبرک ان تکون عبدا رسولا متواضعا. خداوند متعال به شما میفرماید که خلاصه یا یک عبد بنده رسول باشی، متواضع باشی، یعنی رسالتت رو در حالی انجام بدهی که خلاصه این شمایل بندگی رو داشته باشی، یا اینکه نه میخواهی پیغمبر بمانی، رسول خدا باشی، مبعوث از جانب خداوند متعال باشید، اما شما رو پادشاه میکنیم، شما رو یک سلطانی میدهیم، سلطنتی میدهیم مثل حضرت سلیمان و امثالهم. لذا مخیر کرد آقا رسول خدا رو به این کیفیت، یا رسالت با بندگی یا رسالت با پادشاهی. در جایگاه خود رسول خدا فرق نمی کنه، اما این تخییر برای پیغمبر اکرم آمد که اونجا دارد او ملکن رسولا، یا اینکه پادشاهی باشی اما خب رسول خدا هم باشی. فنظر الى جبرائیل و اومع بیده ان تواضع. نقل در این روایت که حضرت پیغمبر به جبرئیل نگاه کرده، حضرت جبرئیل که اینجا حاضر بودن که انه در جلسه کنفرشته آمد از جانب خداوند، و حضرت جبرئیل اشاره فرمودن که خلاصه انسان متواضع باشد، یا رسول الله متواضع باش. پیغمبر هم این صفت رو برگزیدند و رسول متواضع بنده و عبد خداوند متعال شدند. خب اینجا توضیحی که هست اینه، در جای در نزد خداوند متعال این فرق نداره، برای رسول خدا یعنی حضرت سلیمان یا حضرت پیغمبر هر دو رسول هستند، هر دو معصوم هستند. این رسول، رسول خدا در حالی رسول خدا بود که بنده، یعنی شکل شمایل بندگی داشت، و الا حضرت سلیمان هم بنده خدا بود، عبد مخلص خداوند متعال هم حضرت سلیمان بود، حضرت پیغمبر هم کلیدهای گنجینه‌های آسمان و زمین رو در دست داشتن. حضرت این مسئله در ظاهر و ظاهر و شکل و شمایل رسول خدا رو به این کیفیت، آیا میخواهید در دنیا به این کیفیت باشید یا آن کیفیت، میخواهید بنده باشید در دنیا یا پادشاه در دنیا، لذا پیغمبر اونو ترجیح دادن. حقیقت مسئله این که اگر حتی مسئله سلطنت و پادشاهی رو خدا، رسول خدا انتخاب میکردن، اختیار میکردن، از بندگی حقیقی خداوند متعال خارج نمیشدن. اما مسئله ای که هست، به چند مسئله مهم میشه اشاره کرد. یک، این که خود را در مقابل خداوند متعال و خالق یکتا، انسان خودش را به این کیفیت متواضع سازد، ارزشمندتر است. این یک. و دوم، اون در مقام رسول خدا، اون جایگاه رسول خدا فرق نمی کرد. مسئله خلاصه این انتخاب تواضع در مقابل خداوند متعال ارزشمند است. و دوم اینه که نزد مردم هم محبوب تر است. تأثیر پیغمبری که بنده هست نزد مردم بیشتر است تا پیغمبری که رسول است. تأثیر پیغمبری که نزد مردم بنده است و عبد خداوند متعال هست، در ظاهر و در حقیقت مردم الگو پذیریشون و تأثیر به این پیغمبر هم بیشتر خواهد بود از پیغمبری که پادشاه باشد. این صفت رو هر روز ما در تشهد خودمان میخوانیم، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله. این کیفیت بندگی خدا، این نشان از اون تواضع خارق العاده رسول خدا صلی الله علیه و آله هست. به این اندازه بسنده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.